درود به شما، این ویدیویی که دارم ضبط میکنم یه ویدیوی متفاوته. من شهرام سبزی هستم. درود به شما، شهرام سبزواری هستم. سیک انتخابات رو در پیش داریم، بیان یک کم راجبش صحبت کنیم، ببینیم این نمایندگان مجلس یا سیرک انتخابات خانه ملت، که خانه‌ای که خانه نیست برای ملت، چه کار میکنه. در سالهای گذشته مخصوصا زمان اعتراضات این خانه ملت همونایی نبودن که تظاهرات کردن، رفتن تو اون صحن و نمیدونم لباس فلان پوشیدن و دستشونو گرفتن بالا، الله اکبر الله اکبر را انداختن که بگن. کسایی که اعتراض کردن برای گرونی، کسایی که اعتراض کردن برای حداقل‌های حقوق شهروندی رو بکشید، اعدام کنید، کف خیابون با تیر بزنید. بله، نمایندگانی که خود رو منوط به رأی مردم یا ملت میدونن برای ورود به اون صندلی، که بعد میرن علیه همین مردم قوانین رو تصویب میکنن، اینجا کجای کار میلنگه؟ نکنه این رأی نمایشیه؟ دقیقا همین نمایشیه، یعنی شما رو فریب میدن در یک سیرکی، در یک نمایشی شرکتتون میدن، میرید رأی میدید به امید این که کاری برای شما بکنن، ولی غافلید که تمام دلقک های نشسته تو اون جایگاه ها آدم اون دلقک بزرگن. خامنه‌ای کثیف تصویب میکنن از بودجه ترانه ملی یا ذخایر ارضی ما وردارن هزاران هزار دلار، میلیارد دلار، میلیون دلار بدن به مردم غزه، در عوض اون ایرانی که امروز شده ملت فهیمی که باید بره پای صندوقای رأی، در سیستان و بلوچستان داره گشنگی میکشه، بیشناسنامگی میکشه، اذیت و آزار میبینه، یا اون حتی اونهایی که در مرکز زندگی میکنن، در پایتخت زندگی میکنن، چنان کمرشون و ستون فقراتشون و با تورم و وام و قسط و قرض گرفتن که نتونن نفس بکشن، حتی نفس کشیدن عادیشون رو تو زندگی معمولی مختل کردن. بعد همین به اصطلاح نمایندگان شما که مثلا با رأی شما رفتن، مثلا چون رأی شما هیچ تأثیری تو این انتخابات نداره، دنبال شاسی بلند و حق و حقوق دفتر و فلان و فلان و فلان. تازه دور بعد انتخابات که میاد، همینایی که امروز رفتن نشستن اونجا هیچ کدوم صلاحیت شرکت کردن تو دور بعد ندارن، یعنی شما دارید به یک سری مفسد اقتصادی رأی میدید که این مفسدان اقتصادی برن جلوی مفسدان بزرگتر رو بگیرن. خنده‌دار نیست؟ اصلا چرا باید تو این رنگیری شرکت کنیم؟ چرا نباید یک بار بین بد و بدتر هیچ کدوم انتخاب نکنیم؟ بله، نه شما هیچ تأثیری تو این سرنوشت نداری، فریب امثال جهرمی و ایکس و ایگره رو نخورید که به شما میگن ما میریم رأی میدیم که نمیدونم فلان بشه یا فلان نشه، هیچ فرقی نمیکنه. زمان این فرق میکنه که شما مشارکت نداشته باشی، قاطی این رأی‌گیری ها نشده باشی، فریب این دستگاه رو نخورده باشی، اون زمان هست که مشروعیت این نظام رو زیر سوال بردی. تنها
مجلسی که رأی به کشتار ملت داده، رأی به کشتار ملت در صحنه داده، رأی به کشتار ملت کف خیابون داده، مجلس جمهوری اسلامی یا همون سیرک جمهوری اسلامیه، هیچ کجای دنیا همچین اتفاقی نیفتاده. یک مجلسی بیاد رأی بده معترضین و کف خیابون بکشید. از سلاح استفاده کنید. یک کمی فکر کنید. حتی اون ارزشی که دنبال ساندیسشه اینور اونور کامنت میذاره، قطعا زیر این ویدیو هم کامنت خواهند گذاشت که برن ساندیسشون رو، سهمیه ساندیسشون رو تحویل بگیرن، اون هم یک ذره اگه فکر کنه متوجه میشه که سر اونم حتی بی کلا میمونه تو این ماجرا. فقط به عنوان یک اهرم، یک دلغک، یک بازیچه ازش استفاده میشه. میدونید چرا گفتن شناسنامه نداشته باشی؟ مشکلی نیست. به خاطر اینکه اگر شما حضور پیدا نکنید، نمیتونن اتباع خارجی که میارن پای صندوقهای رای پوشش بدن روشون. وقتی شما نباشید اونها مشخص میشن، مشخص میشه اتباع خارجی چقدر پای صندوقهای رای توسط این رژیم آوردن برای فیلم برداری، برای رسانه های جهانی که بگن ما مشروعیت داریم. ولی شما رو میخوام فریب بدن بکشن پای صندوقهای رای تا اونها نمود پیدا نکنه. اگر شما تشریف نبرین، اگر شما به خون جاوید نامان 401 احترام بذارید، اگر شما به خون 98، 96، 78، حتی 88 احترام بگذارید و پای صندوق های رای نرید، قطعا خیلی مسائل فرق. قطعا شما به این باور خواهید رسید که مقابل این رژیم میتونید بایستید و قطعا دنیا میفهمه که این رژیم پایگاهی داخل کشور نداره و روش حساب باز نمیکنه. من نمیخوام بگم برش میداره، نه، ولی روش حسابم باز نمیکنه. اگر میخواین جلوی قرارداد مستعمره شدن ایران برای چین رو بگیرید، اگر میخواین جلوی مستعمره شدن ایران برای روسیه رو بگیرید، اگر جلوی فروش معادن ما رو به چین و روسیه بگیرید، نباید در این انتخابات شرکت کنید و نباید و نباید شرکت کنید در این سیرک انتخابات. من این ویدیو رو طولانی نمی کنم. بدرود.